show must go on, darling, you would often say anytime I would ever get upset or stressed out. You were the first to call me. امروز اینجا هزاران کیلومتر دور از وطن ما ایران گرد هم آمده ایم تا یاد دوستی ارجمند، شاعری میهن دوست و هنرمندی محبوب را گرامی بداریم. فرامرز اصلانی، یادگاری از دوران اوج هنر ایران. هنرمندی که چند نسل از ایرانیان و فارسی زبانان در سراسر جهان با ترانه های ماندگار و هنر ناب او خاطره ها دارند، با عاشقانه های او بزرگ شدند، سفر رفتند، عاشق شدند و همین امروز نیز با وجود همه محدودیت ها به یاد او در خیابان های سراسر ایران میخوانند و مینوازند. اغراق نیست اگر بگویند که در چند دهه گذشته ترانه ها و آهنگ های فرامرز یکی از مهمترین انگیزه ها و مشوق های هنرجویان برای یادگیری گیتار در ایران بوده است. اما برای آن دسته از ما که بخت این را داشتیم تا فرامرز را از نزدیک بشناسیم و با او همنشین و همصحبت و همسفر شویم، آنچه شاید حتی پیش و بیش از هنرش به یادمان مانده و خواهد ماند، شخصیت دوست داشتنی، آرام و محترم اوست. فرامرز اصلانی به معنای واقعی کلمه یک جنتلمن بود. نشان فروردی که در کنار پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران همیشه به کتش سنجاق شده بود، با پندار و گفتار و کردار نیکش سازگاری داشت. با وجود شهرت و محبوبیت، تسلط به موسیقی ایران و جهان، دانش کافی از فرهنگ و تاریخ و به ویژه شعر و ادبیات کلاسیک ایران، فرامرز بسیار فروتن بود و همین ویژگی‌ها از او هنرمندی منحصر به فرد ساخت. از روزهای ترانه و اندوه تا دلنوشته تاثیرگذارش برای ندا آقا سلطان و همه نداهای ایران، ترانه‌های فرامرز اصلانی با استاب شادی و دلیری و درد و حسرت یک ملت بود. او در جریان خیزش ملی مهسا نیز با حضور همیشگی در راهپیمایی ها و برنامه های اعتراضی تمام قد در همراهی با مردمش ایستاد. آری، فرامرز اصلانی اگرچه در ایران زندگی نمی کرد ولی با ایران زندگی می کرد. مانند همه دوستان فرامرز، برای یاسمین و من نیز سخت است که رفتن او را باور کنیم. خاطراتش همیشه با ما خواهد بود و هر بار که جمع می‌شویم یادش را زنده نگه خواهیم داشت، که همانطور که شاعر بزرگ ایران زمین و البته شاعر مورد علاقه خود فرامرز، حافظ شیرازی گفته: هرگز نمیرم آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. فرامرز اصلانی خودش به همان بی‌عدالی خوانده هایش بود که در آنها انگار قبل از هر کس و همه با خودش حرف میزند. یک استثنای معاصر، صدای بی ادعا که در جوانی چشمانداز خود را ترسیم کرد و هرگز از حد خود فروتر نیامد و بلندگوی ایران نشد. خود ساخته ای فروتن که روزگاری پیشتر میتوانست یکی از دورگردان کهن باشد
که سخن با ساز میگفتند و خود همان آهنگ ساده و پاک و روشن خود بودند. میتوان افسوس خورد و پشت دست زد و میتوان صدایش را باز شنید و وی را یاد کرد تا شاید در سادگی آوازش بشود پیام ساده وی را دریافت. او کسی را متهم نکرد، مسئولی برای آنچه بر سر ما آمده نتراشید، فقط بی گله کردن گله کرد، شاید چون مسئول ما همه ایم. چه آینده ای داریم ما که در جا می زنیم و عقب گرد می کنیم و بسیاری بر سر یک تارمو بر سر دار می روند یا پشت میله ها می پوسند و بسیاری هنوز از قاتلان پدران خود معجزه می طلبند. گله ناگفته ایره شاید از همین دور باطل بود. فرامرز اصلی را به یاد می آورم، همواره شاداب و سرراست با رفتار و منشی خوشایند که بالا و پایین صحنه یکی بود، یکی با موسیقی دلخواهش، نه در کار خود نمایی و جلوه فروشی، بی پیچیدگی و تعلق و همچشمی و خویشتن پرستی که با همه زیر و بالا هرگز در ساخته هایش دام فریبی نبود، حتی فریبی نبود در اندک خوانده های سیاسی ساده دلانش که تجسم رویاهای همگانی و خوشباوری ناگهانی مردم دوران است، وقتی هنوز پرده پندار بر آنان پس نرفته بود. هیچ آوایی نتوانست آن امیدها را از امید دهندگان باز خواهد. وقتی زمان داشت راه دیگری می رفت. ناپسندترین آهنگی که فرامرز اصلی خواند رفتنش از دنیا بود.